یه جام زهر کم بود، حالا دومیشم تو راهه، سومیشم تو راهه. سلام بر شما، عجب آشفت بازاری نظامی روزا. شقفری تو روی عزما عجب دو میدره ورده ها. البته بنده موشکاف گفته بودم که بعد از انتخابات اینا چند برابر پاچه همو میگیرن و دعوا بالا میگیره. هنوز دو روز نگذشته پوز تفهیم و تفاهم تموم شد و نوبت کرکری خوندن رسید. مردم تهران با هوشمندی کاری یکسره کردم. خلاص مردم در هفت اسفند پاسخ بداخلاقی ها رو دادند. مردم در هفتم اسفند گفتند که تهمت، افترا، شعارهای غلط نتیجه معکوس میده. ان الله هو التواب الرحیم، همه باید توبه کنن. باند خامنه گیر میداد که دیدین تحریم ها رفت نشد، پس برای چی زهر برجام و ریختین تو حلقوم عظما؟ شیخ فری همینو بول گرفت و گفت خیلی هم خوب کردیم خوردیم، اصلا کم خوردیم. اگه دنبال رفع تحریمین باید بازم از این زهر ها کوف کنیم. یعنی اگه حرفشو براتون ترجمه کنم، داره میگه بابا دارن سرنگونمون میکنن، اگه میخوایم بمونیم باید دم غربو ببینیم. درخواست من از ملت ایران برای برجام دوست، ما همه باید دست به دست هم بدیم. داره میگه اینقدر صاف صاف از اون بشار گردن دراز و حوسی موسی و ازبالله و بقیه دم نزنین، این شمشیر زنگ زدتون رو از رو نبندین. دوره اون بسیجی های بی مغز و کل پوک تموم شده، الان دوره لبخند ظریف نشان و سوسه اومدن تو مذاکره است. ما میگن آه فلان بانک سویفتش درست نشده. خب بله، اون بانکی که اصلا تحریمش مربوط به هسته‌ای نبوده، یه تحریم دیگه داره. اشکال نداره، ما میتونیم از نو هیئت مذاکره کننده رو بهش اجازه بدیم راجع به بقیه موضوعات هم با دنیا صحبت کنن. تو اون مذاکرات باز هم به نتیجه شبیه برجام خواهیم رسید حتما. بنابراین در کل از نظر من مسیر درستی ما داریم طی میکنیم. البته باند خامنه حرفش با این جماعت برجامی اینه که آخه شوتیا، من با همین چماق و با همین شمشیر زنگ زدم نظامو تا حالا سر پا نگه داشتم، اگه اینا رو یه ذره هم پایین بیارم اون وقت کار هممون با هم تمومه، اون وقت ملت عمامه هممونو میپرونن. یعنی خلاصش از همین حالا از جام زهرای بعدی وحشت کردن و میترسن دوباره دوراهی بخورم یا نخورم شروع بشه. نفر اول انتخاب شده مجلس در تهران در ایام تبلیغات انتخاباتی گفته بود که مجلس دهم باید برجام‌های 2، 3، 4 و غیره را در سایر حوزه‌های مواجهه بین ما و غرب به ویژه آمریکا کلید بزند. و تأسف‌بارتر این که اگر این سناریو با راهبرد فزون‌خواهانه ارتجاع عرب در فشار و تهدید علیه حزب الله و دیگر سرپنجه‌های مقاومت هم راستا شود، آنگاه می‌توان سرانجام آن را نیز پیش‌بینی کرد که اگر در برجام 1 قلب راکتور عراق بتون ریزی شد، این بار نوبت بتون ریزی کانال‌ها و تونل‌های مقاومت شود. یعنی بعد از بیرون اومدن قلب عراق، نوبت بیرون اومدن قلب حزب و شیطان و بشار و باقی نوچه‌های منطقه‌ای عظماست. یعنی باید تونلای صدور تروریست تو منطقه رو بوتون کنن. این که موشکاف گفت این رژیم بعد از انتخابات مفلس‌تر و بدبخت‌تر میشه، منظورش همین بود. جنگ گرگا بیرحمانه تر از قبل ادامه داره. شب همتون به خیر و خوشی.